اواخر پیر شده بود، 3-4 تا دندونم بیشتر نداشت و صداشم مثل من انکر الاصوات شده بود و جای شمر تعزیه میخوند. یه طوری هم این تعزیه میخوند تا یه ماهی کسی در مغازه این خرید نمیکرد. مغازه هم داشت تو باب شارع حبیب، خراب کردن الان، تو باب القبله است. گفت در مغازش میشست، مردم رد میشدن لعن میکردن، اینم میخندید. ما شمر نیستیم. یه چیزم بهش میگفت، میگفت یه ماه خورده ای در مغازه من خرید نمی کنید، امام حسین علیه السلام عجیب برکت به من میده، نه یاد بخرید بلخت. یه طلبه هم اتفاقا دخترش گرفته بود تو حوزه ابن فهد، بهش میگفتن این داماد شمره، طلبه بهش میگفتن. خلاصه از در و دیوار براش میرخ الحمدلله. یه سال پشت قتلگاه، چون هر سال عصر عاشورا یا پشت خیمگاه یا پشت قتلگاه تعزیه مفصلی بود، این شمر بود. ایشون بفرمید یه سال از بس خوب اجرا کرد و میخون، مردم ریختن سر این، هر چی خورد زدن این پیر مرد، تا از زیر دست پا کشیدن بیرون، دیدن تمام کرد، مرد. ایشون بفرمید حوزه علمیه نجف یه روز یک هفته تعطیل شد. نجف، کربلا، کاظمین، سامرا، درس علما تعطیل شد برای شمر سید الشهدا علیه السلام. خب غسل آب فرات و کفن کربلا بردن نجف، فرمود تو نجف علما مراجع بدون نعلین با تحت الحنک تشی جنازه شومدن. دوباره حرم امیرالمومنین علیه السلام یه نماز دیگه خوندن. مأمومین جدا باشن، ولو جدا نباشن از باب تعظیم علما و بقیه، اما مصلین و نمازگزارا جدا، صاحب جواهر میفرمد یه نماز دیگه، نماز میگه دوباره خوند، آوردن دفن کردن حرم امام حسین سم، تموم شد. مرحوم شیخ عبد صاحب مربی نیشابور هم میفرمد، ایشون میفرمد یک سال بعد استاد ما سر درس گفت، گفت ما با این رفت آمد داشتیم، کربلا درسشون کربلا بود، خانوادگی، گفت همون به مناسبتی، گفت همون روزی که دفنش کردن شب من خوابش دیدم، دیدم بغل حرم امام حسین اسمی جای وسیعیه، گفتم فلانی، گفت آره آج آقا میخوان بفرمید ما شمریم اینجا چیکار میکنیم، گفتم آره، گفت در لحد و بستید ملکه نامد. روایت هم داریم تلقین خودش مستحبه، اما تلقین دوم آکده، صاحب عربه داره، صاحب ریاض داره، صاحب تنقیح داره، اون خدمت عرض شد که صاحب جواهر به تفصیل آورده، بستگان میت بمونن، در لحد بسته میشه شب اول قبر میته، نه هوا تاریک بشه، بمونن تلقین بخونن براش، زیر بغلشون میگیرن میبرن. گفت به محضی که دست سنگ آخر گذاشتید ملکه این آمدند، دیدم سلام کردن اما به بالا سرم نگاه میکنن، نگاه کردم دیدم و اذن بالحسین علیه السلام و اخیه ابا الفضل العباس، آفرمود تو شمری؟ سرم انداختم پایین، حضرت عباس علیه السلام فرمود چرا سرتو میندازی پایین؟ گفتم آه من بعد میخوندم. امام حسین فرمود تو شمر مایی نه شمر عمر سعد، مادرم ما رو فرستاده، اونقدر دل مادرم رو شاد کردی، شیعانمون گریستن، فرمودن شب اولش تنها نباشه. بعد آقا فرمود برادر جا و مکانش تا روز قیامت جنب حرمم باشه، یک روزی 3 وعد اجازه داره زیارت خودم بیاد نه زیارت زریحم. چی میخواد دیگه آدم ها؟ طولانی تکش رو عرض میکنم. فرمود ابا عبدالله علیه السلام پاشو برای امام تعزیه بخون. گفتم آه من مخالف خون بودم. حضرت عباس علیه السلام فرمود اطاعت از امام واجب، شما شیعه میدونید که. گفتم چشم. شروع کردم خوندن به عربی، اشارش اینه منم دستا رو قطع میکنم، منم پا رو قطع میکنم، منم سرها رو قطع میکنم، رسید به اینجا منم زنها رو به اسیری میبرم. یه وقت دیدم ابا عبدالله دو دست شروع امامش گذاشت، نشست زمین،
فرمود خواهرم چه کشید؟